لوقا فصل هشتم. بعد از آن عیسی شهر به شهر و ده به ده میگشت و مژده برقراری پادشاهی خدا را اعلام میکرد. 12 حواری و عده از زنانی که از ارواح پلید و ناخوشی ها رهایی یافته بودند با او همراه بودند. مریم معروف به مریم مجدلیه که از او 7 روح ناپاک بیرون آمده بود، یونا همسر خوزا، ناظر هیرودیس و سوسن و بسیار کسانی دیگر. این زنان از اموال خود به عیسی و شاگردانش کمک می کردند. وقت مردم از شهرهای اطراف به دیدن عیسی آمدند و جمعیت زیادی در اطراف او جمع شد، مسئله آورده گفت: دهقان برای پاشیدن تخم بیرون رفت. وقت تخم پاشید، مقدار از آن در گذرگاه افتاد و پایمال شد و پرندگان آنها را خوردند. مقدار هم در زمین سنگلاخ افتاد و پس از آن که رشد کرد و سبب کمبود رطوبت و آب خشک شد. بعضی از دانه ها داخل خارها افتاد و خارها با آنها رشد کرده آنها را خفه نمود. بعضی از دانه ها در خاک خوب افتادند و رشد کردند و 100 برابر ثمر آوردند. این را فرمود و با صدای بلند گفت: اگر گوش شنوا دارید بشنوید. شاگردان عیسی معنی این مثل را از او پرسیدند. فرمود: درک اسرار پادشاهی خدا به شما عطا شده است، اما این مطالب برای دیگران در قالب مثل بیان می شود، تا نگاه کنند اما چیزی نبینند، بشنوند اما چیزی نفهمند. معنی و مفهوم این مثل از این قرار است: دانه کلام خداست. دانه هایی که در گذرگاه افتادند کسانی هستند که آن را می شنوند و سپس شیطان می آید و کلام را از دلهایشان می رو باید، مبادا ایمان بیاورند و نجات یابند. دانه های کاشته شده در سنگلاخ و کسان می ماند که وقت کلام را می شنوند با خوشی می پذیرند، اما کلام در آنان ریشه نمی دواند. مدت ایمان دارند، اما در وقت آزمایش های سخت از میدان بدر می روند. دانه هایی که در میان خارها افتادند بر کسان دلالت می کند که کلام خدا را می شنوند، اما با گذشت زمان تشویش دنیا و مال و ثروت و خوشی های زندگی کلام را در آنها خفه می کند و هیچ گونه ثمره نمی آورند. اما دانه هایی که در خاک خوب افتادند بر کسان دلالت دارد که کلام خدا را با قلب صاف و پاک می شنوند و آن را نگاه می دارند و با زحمت کشی ثمرات فراوان به بار می آورند. هیچ کس چراغ را روشن نمی کند تا آن را با تشت بپوشاند یا زیر تخت بگذارد. برعکس، آن را روی چراغدان می گذارد تا هر که وارد شود نور آن را ببیند. زیرا هرچه پنهان باشد آشکار می شود و هرچه زیر سرپوش باشد نمایان می گردد و پرده از رویش برداشته می شود. پس متوجه باشید که چطور می شنوید، زیرا به کسی که دارد بیشتر داده خواهد شد، اما آن کس که ندارد حتی آنچه را که به گمان خود دارد از دست خواهد داد. مادر و برادران عیسی به سراغ او آمدند، اما به سبب زیادی جمعیت نتوانستند به او برسند. به او گفتند: مادر و برادرانت بیرون استادند و می خواهند ترا ببینند. عیسی جواب داد: مادر من و برادران من آنانی هستند که کلام خدا را می شنوند و آن را به جا می آورند. در یکی از آن روزها عیسی با شاگردان خود سوار کشتی شد و با آنان فرمود: به طرف دیگر دریا برویم. آنها به راه افتادند و وقت کشتی در حرکت بود عیسی به خواب رفت. در این وقت طوفان سخت در دریا پدید آمد. آب کشتی را پر می ساخت و آنان در خطر بزرگ افتاده بودند. پیش او رفتند و بیدارش کرده گفتند: ای استاد، چیزی نمانده که ما از بین برویم. او از خواب برخاست و با تندی به باد و آبهای طوفانی فرمان سکوت داد. طوفان فرو نشست و همه جا آرام شد. از آنان پرسید: ایمانتان کجاست؟
آنان با حالت ترس و تعجب به یکدیگر می گفتند: این مرد کیست که به باد و آب فرمان می دهد و آنها از او اطاعت می کنند؟ به این ترتیب در سرزمین جدریان که مقابل ولایت جلیل است به خشکی رسیدند. همین که عیسی قدم به ساحل گذاشت، با مرد از اهالی آن شهر روبرو شد که گرفتار ارواح ناپاک بود. مدت زیاد نه لباس پوشیده بود و نه در خانه زندگی کرده بود، بلکه در میان مقبره ها به سر می بود. به محض این که عیسی را دید، فریاد کرد و به پاهای او افتاد و با صدای بلند گفت: عیسی، ای پسر خدای متعال، از ما چی می خواهی؟ پیش تو زاری می کنم، مرا عذاب نده. زیرا عیسی بر روی ناپاک فرمان داده بود که از آن مرد بیرون بیاید. آن روی ناپاک بارها او را می گرفت و مردم او را گرفته با زنجیرها و کنده ها محکم نگاه می داشتند. اما هر بار زنجیرها را پاره می کرد و آن روی ناپاک او را به بیابانها می کشانید. عیسی از او پرسید: اسم تو چیست؟ جواب داد: لشون، یعنی لشکر. و این به آن سبب بود که ارواح ناپاک بسیار او را گرفته بودند. ارواح ناپاک از عیسی تقاضا کردند که آنها را به دوزخ نفرستد. تصادفاً در آن نزدیکی گله بزرگ خوکی بود که در بالای تپه میچریدند و ارواح ناپاک از او درخواست کردند که اجازه دهد به داخل خوک ها بروند. عیسی به آنها اجازه داد. ارواح ناپاک از آن مرد بیرون آمدند و به داخل خوک ها رفتند و آن گله از سراشیبی تپه به دریا جست و غرق شد. خوکبانان آنچی را که واقع شد دیدند و پا به فرار گذاشتند و این خبر را به شهر و اطراف آن رسانیدند. مردم برای تماشا از شهر بیرون آمدند. وقت پیش عیسی رسیدند، مرد را که ارواح ناپاک از او بیرون رفته بودند، لباس پوشیده و سر عقل آمده پیش پای عیسی نشسته دیدند و ترسیدند. شاهدان واقعه را برای آنان شرح دادند که آن مرد چگونه شفا یافت. بعد تمام مردم ناحیه جدریان از عیسی خواهش کردند که از آنجا برود، زیرا بسیار ترسیدند. بنابراین عیسی سوار کشتی شد و به طرف دیگر دریا بازگشت. مردی که ارواح ناپاک از او بیرون آمده بودند اجازه خواست که با او برود، اما عیسی به او اجازه نداد و گفت: به خانه ات برگرد و آنچه را که خدا برای تو انجام داده است نقل کن. آن مرد به شهر رفت و آنچی را که عیسی برای او انجام داده بود همه جا پخش کرد. هنگامی که عیسی به طرف دیگر دریا بازگشت، مردم با گرمی از او استقبال کردند، زیرا همه در انتظار او بودند. در این وقت مردی که اسمش یائیروس بود و سرپرستی کنیسه را به عهده داشت نزد عیسی آمد. خود را پیش پاهای عیسی انداخت و از او تقاضا کرد که به خانه اش برود، زیرا دختر یگانه‌اش که تقریبا 12 ساله بود در آستانه مرگ قرار داشت. وقت عیسی در راه بود، مردم از هر طرف به او فشار می آوردند. در میان مردم زنی دیده می شد که مدت 12 سال مبتلا به خونریزی بود و با اینکه تمام دارایی خود را به طبیبان داده بود، هیچ کس نتوانسته بود او را درمان نماید. این زن از پشت سر آمد و لباس عیسی را لمس کرد و فورا خونریزی او بند آمد. عیسی پرسید: کی به من دست زد؟ همگی انکار کردند و پتروس گفت: ای استاد، مردم دور تو را گرفتند و به تو فشار می آورند. اما عیسی فرمود: کسی به من دست زد، چون احساس کردم قوتی از من صادر شد. آن زن که فهمید شناخته شده است با ترس و لرز آمد و پیش پاهای او افتاد و در برابر همه مردم شرح داد که چرا او را لمس کرده و چگونه فوراً شفا یافته است. عیسی به او فرمود: دخترم، ایمانت تو را شفا داده است، به سلامت برو. هنوز گرم صحبت بودند که مرد با این پیغام از خانه سرپرست کنیسه آمد: دخترت مرد، بیش از این استاد را زحمت نده. وقت عیسی این را شنید به یائیروس فرمود: نترس، فقط ایمان داشته باش، او خوب خواهد شد. هنگام ورود به خانه اجازه نداد کسی جز پتروس و یوحنا و یعقوب و پدر و مادر آن دختر با او وارد شد. همه برای این دختر گریه و ماتم می کردن. عیسی فرمود: دیگر گریه نکنید، او نمرده، خواب است. آنان فقط به او رشخند می کردن، چون خوب می دانستن که او مرده است. اما عیسی دست دختر را گرفت و او را صدا زد و گفت: ای دخترک، برخیز.
روح او بازگشت و فوراً برخاست. عیسی به ایشان فرمود که به او خوراک بدهند. والدین او بسیار تعجب کردند، اما عیسی با تأکید از آنان خواست که ماجرا